و دل هنرمند. در فرهنگ روستا هیچ چیزی زائد نیست، هر چیزی قابل استفاده است. کلاً زندگیم شده هنر، به خاطر این هنر میتونم بگم جای جای ایران رو من سر زدم. دنیای چوب یه دنیاییه که هرچی جلوتر میری هنوز چیز برای یادگیری وجود داره. وقتی قطعه بیجان میشود ترجمان احساسش. این چشم زیبای هنرمند نمونه آثاری رو خلق میکنه که بسیار چشم نواز. کارگاهی در دل یک روستا. میتونیم هدف داشته باشیم، چه تو روستا باشیم چه تو شهر. فکر کرده که چه زیبا میتونه از همون خانه های قدیمی خشت گلی شروع بکنه تبدیلش به کارگاه های تولیدی. استاد اویسی، هنرمند خوش‌ذوق استان مرکز. شروع کار من همینجا با یه میز کار و یه کمانره. من هدفم تو زندگی هنر بوده، تو هنرم هدفم به نقطه بالا رسیدنه. هنرمندی که یک کارگاه در روستای پدریش احداث کرد، میشه که امیدوار بود که روستاها همچنان زنده‌اند. با کمترین امکانات و مواد اولیه شروع به کار کرد. الان یه تنه چوب گلابیه که غیر قابل استفاده شد. مواد اولیه هم بومیه، یعنی اینکه هنرمند اصلا احتیاجی نیست برای تهیه مواد اولیه طی طریق بکنه. هنر صنعت چوب را در رشته های مختلف رونق بخشیده. 5 تا 6 تا رشته را دارید، هم پیکر تراشی، هم معرب، هم مشبک، هم خراطی. برای روستاییان اشتغال ایجاد کرده. درآمدم خدا رو شکر خوبه. تقریبا 10 سال پیش بود من اومدم پیش استاد من رو یاد داد. وقتی که اومدم دیدم از یه تیک چوب میشه کارهای به این زیبایی درست کرد، دیگه منم علاقه من شدم. و نگارخانه ای هم احداث کرده برای فروش آثار هنریش که در نوع خودش بی نظیره. سود این کار از دیدگاه من 100%. با تلاش این هنرمندان در سال گذشته 5000 قطعه انواع مصنوعات چوبی تولید شده که نیمی از اون صادر شده. هنرمندای خوبی داریم که دارن فعالیت میکنن به کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین کشورهای اروپایی واسه صادرات دارن. روزهای روشنی در انتظار هنرمندان استان. امسال بیش از 6000 قطعه انواع مصنوعات چوبی در استان مرکزی تولید شده، مصنوعاتی که ضمن تامین نیاز داخل به خارج از کشور نیز صادر می شوند. شجری خبرگزاری صدا و سیما، روستای اسفنج، خمه.